آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم در این روز جمعه 24 دی ماه هست و مدارس در ایران همچنان تعطیل است. این فاجعه است، این از هر سیل و زلزله ای مخربتر است. این فردا نشان خواهد داد. 14 ماه ژانویه است، مثل جمعه ها در خدمت شما هستیم. میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن بر آمریکا، اروپا، سراسر دنیا و در ایران عزیز. قبل از شروع آقای بهوان اجازه بدین که خب میدونم خیلی ها شنیدن و میدونین دیگه، هفته پیش یکی از بزرگان ادبیات ایران، بزرگترین شاید یکی از بزرگترین نویسندگان ایران، ایرج پزشکزاد رو از دست دادیم. همگان میدونن که ایشون یکی از نویسندگان بزرگ بودن، زمانی هم برنامه‌های دیگری رو در دست داشتن، ولی خب همه ما با اون دایجان ناپلئون و اون سریال تلویزیونی که یادآور خاطرات دوران نوجوانی ما از ایران هست رو شخون از دست نمیدیم. در حال منم خودم رو در غم از دست دادن ایرج پزشکزاد که در سن 94 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت، به همه طرفدارانش تسلیت میگم، به همه بازماندگانش تسلیت میگم و این امیدو دارم که همیشه با کتابهای او، داستانهای او، با طنز به خصوصی که داشت همیشه یادآور نام این بزرگوار باشی. بفرمایید. بله، ممنون از شما. عرضم به حضورت که به راستی بزرگی رو از دست دادیم و این روزا روزای سختی است و البته نمیدونم برای این بزرگ چه خواهند کرد، ولی حتما اگر مراسمی باشه به اطلاع عزیزان خواهیم رساند. اما مرد بزرگی بود، او تاثیرگذار بود، او یه آدمی بودش که میدونیم که با وقتی که بختیار به خارج اومد، به فرانسه اومد و حزب خودش رو درست کرد و روزنامه درست کرد، او مسئولیت اون روزنامه رو به عهده او گذاشته بود همراه زنده‌یاد حسین مهری و شخصیت‌های دیگر. بذارین از این زاویه بگذاریم. یه پرسشی که الان مطرح هست دارم میخواد ببینم که شما و رسانه های اسرائیلی در این زمینه چه توضیحی دادن، این ماجرای دستگیری این 4 شهروند اسرائیلی که میگن برای ایران اینها جاسوسی میکردن، این چیه ماجرا، چه میکردن، چه اطلاعی دارید؟ ممنون میشم بشنم. بفرمایید. دستگیری 4 شهروند اسرائیلی که البته باید بگیم که این شهروندها از ایرانیان یهودی بودند که به اسرائیل مهاجرت کرده بودند و سالیان ساله که در اسرائیل زندگی میکردند. 3 از این بانوان در ماه نوامبر سال 2021 دستگیر میشن و 4 در دسامبر 2021 که همین یک ماه پیش بود. خب خبر جنجالی بود، اکثر مطبوعات اسرائیل به این مسئله اشاره کردن.
که منو توضیحاتی رو میدم در راجع به این مسئله. و یکی از این بانوان یک برنامه رادیویی برای ایرانیان یهودی در اسرائیل داره که این برنامه از تل‌آویو پخش میشه. من اسم این خانم رو نمیدونم، اطلاعاتی رو که میدونم دارم در اختیارتون میذارم. از قرار معلوم این چهار نفر که در واقع کلا پنج نفر هستن که دستگیر شدن، که شون شوهر یکی از این بانوان که رنده تاکسی بوده ایشون هم دستگیر کرده. این چهار نفر از روی فیسبوک با یک شخصی آشنا میشن که بر طبق اطلاعاتی که به دست اومده و پروفایلی که وجود داره، این شخص به عنوان آقای رامبد نامدار خودش رو معرفی میکنه و در بیکتوت از این خانم ها میگه که من یک مسلمانی هستم که با دوستانم راجع به مسئله یهودیت و ایرانیان یهودی در اسرائیل و موقعیت اونها آشنا بشم. و یک دو نفر دیگه شون میگه که من یک یهودی در کار کانستراکشن، در کار ساختمانی ملاک هستم و میخوام راجع به وضع ایرانیان یهودی در اسرائیل بیشتر آشنا بشم. هدایای بین این گروه، بین این آقای نامدار و این چهار بانو رد و بدل میشه. یکی از این بانوان دختر خواهری در ایران داشته که در یکی از این مواقع گویا مبلغ $1,000 بر طبق اطلاعاتی که حداقل این چهار بانو به دستگاه های امنیتی اسرائیل دادن، مبلغ $1,000 در ایران به دختر خواهر یکی از اینا پرداخت میکنن و اون خانم برابر همون پول رو در اسرائیل به یکی از این خانم های دیگه تحویل میده. سفرهای به ترکیه میشه از طرف اینها، در اونجا هم جمعا من فکر میکنم چند هزار دلار این آقای رامبد نامدار پول برای این خانم ها میفرسته که برای اطلاعاتی که میخواسته به دست بیاره. حالا چه کارهایی کردن و چه اتفاقاتی افتاده، من سعی میکنم که در یک مجموعه خلاصه ای برای شما بگم، برای که کیفر خواسته که حداقل دادستان اسرائیل داره بر علیه این چهار نفر پیاده میکنه قدری مشکل و شاید هم غمناک از نقطه نظر من کمدی هم هست. به این چهار نفر وظیفه رو محول میکنن که ایشون هر نوع اطلاعاتی از دفاتر شباک که در واقع سازمان امنیتی داخلی اسرائیل هست و موساد که سازمان امنیتی خارجی اسرائیل هست فراهم بکنه. یکی از این چهار بانوان حتی در اون سریال تلویزیونی تهران که در اسرائیل ساخته میشه میره در اونجا شرکت میکنه و نمیتونه وارد نقش رو بهش ارائه بکنن و این مسئله رو به این آقای رامبد میگه و ایشون میگه شما میتونید تلفن اون کارگردان یا تولید کننده رو به ما بدین، که البته مثل اینکه داده نشده. در بین اطلاعات و مدارکی که آقای نامدار دنبالش بوده که شکی نیست که ایشون از اموال اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بوده، میگن که از مرکز نظامی نیروی دفاعی اسرائیل در تل‌آویو عکس برداری بشه و دقیقا بگن این کجاست. از سفارت آمریکا در تل‌آویو، سفارت آمریکا در اورشلیم این آقا ازشون تقاضا میکنه که برن عکس برداری بکنن. از ایمیل آقای بنجامین نتانیاهو رو میخواستن، چون در اون موقع نتانیاهو نخست وزیر بوده، ایمیل کوچابی رئیس صدر ارتش اسرائیل رو خواستن که البته فکر نمیکنم این خانم های مسائل بهشون داده باشه، این اطلاعات رو داده باشه. از مسائل دیگری که این آقای نامدار ازشون میخواد که اطلاعات رو بده، عکس برداری از در واقع سازمان ها یا محله هایی بوده که حالا یا نظامی یا غیر نظامی یا جایی که ایرانی ها زندگی میکردن، از موقعیت یک رستوران ایرانی در اورشلیم به عنوان بابا جون اطلاعاتی رو این خانم ها دادن به این آقای رامبد نامدار. و در واقع وقتی نگاه میکنیم به کلیه این مسائل، و من سعی کردم که حداقل اطلاعات زیادی بوده، ویدیوهایی بوده از جوری که گنبد آهنین موشکای که از غزه شلیک میشده رو فیلم برداری کرده بودن، اونها رو براش فرستادن و تا اونجایی که به نظر میاد من فکر نمی کنم که اطلاعات نظامی حساس یا حتی غیر نظامی رو این چهار بانو به
این شخص داده باشن. در کلیه این مسائلی که ما نگاه میکنیم، حداقل اطلاعاتی که از کیفرخواست اومده بیرون، این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که یه رابطه سخت و غم انگیزی بوده. شاید چند تا خانمی که حدود 47 تا 50 سالشون بوده با یه مرد خوشتیپ رو روی فیسبوک میبینن و چون میبینن چند تا از دوستاشون با ایشون دوست شدن، خب اونا هم دوست میشن و یه سری اطلاعاتی رو در اختیار این آقا میذارن. خواسته های دیگری هم آقای رامبد نامدار داشته که این بانوان ندن، چون اونا شک میبرن که این آقا داره مسئله اطلاعاتی و امنیتی انجام میده. و در زمانی هم که ماموران امنیتی اسرائیل ازشون سوال میکنن که آیا شما شک نکنید که این شخص برای جمهوری اسلامی کار میکنه، جواب میدن که چرا ما شک کرده بودیم. ولی خب شاید قدری هم مسائل احساسی یا رفت پیدا کردن بین ایرانیانی که ایرانیان یهودی اسرائیل و ایرانیان یهودی که هنوز در ایران هستن، شاید یه همچین مسائلی هم بوده. ولی اگه بخوایم اینو کنار بذاریم و نگاه بکنیم که چه اتفاقی افتاد، البته آقای بنت نخست وزیر اسرائیل هم خیلی سریع به این مسئله اشاره کردن که این کاری که ایران کرده کاری بوده که خواسته تفرقه بندازه بین جامعه یهودی ها در اسرائیل و ماها رو تضعیف بکنه و بی‌اعتمادی یا کم اعتمادی بین جامعه یهودیان اسرائیل در داخل اسرائیل پیش بیاره، که البته من فکر می‌کنم بله این مطلب درسته و عملی شده. ولی اجازه بدیم نگاه بکنیم که آیا یک دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به چه روزی افتاده، به کجا کشیده شده که برای به دست آوردن اطلاعات میاد روی فیسبوک و از اونجا میخواد از خانم‌های برن براشون اطلاعات امنیتی بیارن. خب قصد خرابکاری بوده. وقتی میگه عکس سفارت آمریکا رو میخوام که نمیخوام قاب کنم بذارن تو تهران، خب اینا میخواستن بدن دست یه سری دیگه از ماموران دیگه شون که بیان خب یه خرابکاری، یه بمب، یه بالاخره یه برنامه پیاده بکنن. ولی وقتی نگاه میکنیم به این مسئله که امروز یک کارمند اطلاعاتی میاد به جایی که بیان در داخل اسرائیل یه سری ماموران اطلاعاتی و امنیتی تعلیم دیده رو استخدام بکنن، به جایی که بیان در داخل دستگاه امنیتی اسرائیل کسی رو استخدام بکنن که صاحب تعلیمات اطلاعاتی و امنیتی و جاسوسی بوده، به جای اون میان از چند نفر آدم معمولی استفاده میکنه. این داره در واقع عمق شکست دستگاه اطلاعاتی ایران رو میده که با تمام مسائلی که موساد در ایران ایجاد کرده، اینها نتونستن هنوز برای خودشون یه سری حالا مأمور اطلاعاتی، امنیتی، جاسوس، هر چی میخواستش بذارن در داخل اسرائیل پیاده بکنن. بنابراین من اینطوری میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که این چهار نفر که اهداف سیاسی نداشتن، این چهار تا بانو طیف سیاسی نداشتن، اینها تعلیمات سیاسی و امنیتی نداشتن که بتونن به این آقای رامبد نامدار کمک بکنن. بنابراین مأمور اطلاعاتی هم نبودن و نمیتونستن مأموریت اطلاعاتی انجام بدن. بدین معنی که یک مأمور اطلاعاتی و امنیتی یک مراحل و یک تعلیماتی رو دیده که میتونه کارهایی رو انجام بده. در هر حال در عصری که آقای بهبهانی زندگی میکنه، اونم در کشوری مثل اسرائیل که سازنده یا طراح کننده بهترین سیستم های جاسوسی برای تلفن ها و همین شبکه های اجتماعی هست، و در زمانی که مرزهای کشورها خیلی کنترل میشه که کی میاد کی میره، با کنترلی که روی شبکه های اجتماعی فیسبوک و بقیه هست، به نظر من یکی از پایین ترین و در واقع بی‌اعتمادترین سیستم اینه که شما بخواید یه ماموری رو یا مامور اطلاعاتی رو از روی فیسبوک استخدام بکنید که براتون اطلاعات امنیتی بیاره و اون اطلاعات امنیتی رو شما بدید به بالاتر از خودتون و بخواید از اونجا تصمیم گیری عملیاتی آینده انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که برای شخص من با همه اطلاعاتی که دادم، گفتم مسئله سختی بوده، غم انگیزم هست، به نظر من کمدیه، به نظر من هیچ ارزشی نداشته. از نقطه نظر من قدر دادستان اسرائیل هم من فکر میکنم بیش از اندازه داره به این مسئله آب و تاب میده. البته
عملی که اونها کردن عمل خطرناکی بوده برای کشور اسرائیل. عملی که اونها کردن جایی در سیستم این کشور کوچک که از طریق همسایگان، حالا همسایگان گروه های دوروبر خودش که همیشه مورد حمله و مورد در واقع تهدید هست، خب کار بسیار بسیار مشکلی بوده. ولی امروز اگر شما میخواین از راه دور کاری رو انجام بدین، اگر میخواین برنامه رو انجام بدین، به نظر من راه های بهتری هست و این ضعف دستگاه اطلاعاتی و ماموران اطلاعاتی و سیستمی رو که در ایران هست داره نشون میده. در حال من فکر نمی کنم که دادستان اسرائیل اگه بخواد اینا رو زندانی بکنه که بین 10 تا 15 سال و بعضیشون هم تا 3 سال زندانی خواهد کرد. اون راننده تاکسی که شوهر یکی از این بانوان بوده، به خاطر اینکه اینا رو آورده در جلوی سفارت آمریکا در تل اویو عکس برداری کردن، البته احتیاجی نبوده چون شما رو گوگل هم میتونید برین سفارت آمریکا رو در تل اویو ببینید که کجاست. بنابراین من فکر نمی کنم مسئله زیاد عمیقی باشه، ولی خب دردآور برای جامعه ایرانیان یهودی در داخل اسرائیل که سالیان سال به اونجا مهاجرت کردن و دردآور به طور کلی برای همه انسان ها که اینطور فکر میکنن که یک شبکه اجتماعی در واقع اون چیزی رو که اونها دارن میگن هست. و همیشه متاسفانه من بارها در همه جا گفتم که چیزی رو که ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و بقیه میبینیم اون چیزیه که دیگران میخوان به ما بدن. بنابراین قدری مواظب باشید و من فکر نمی کنم که مشکلی، حداقل امیدوارم که مشکل قانونی زیادی برای این چهار بانو و اون شوهرشون، شوهر یکی از اون چهار بانو در اسرائیل پیش نیاد. بفرمایید. برای من جالبه که فرض کنید که از طریق فیسبوک و اینکه حتی شاهدیم که میبینیم که چند روز پیش یک انیمیشنی رو ظاهرن درست کردن که رفتن نمیدونم یه ده برن ترامپ رو بکشن و اسمش انتقام نمیدونم حاج قاسم رو بگیرن و خیالات محض بی خودکی. و توییتر سریع خامنه ای رو در حقیقت حذفش میکنه و این ماجرا به وجود میاد. مقصودم اینه که اینجوری که الان همین ماجرای ششم ژانویه، اگر دادگاه ها رو دنبال بکنیم، این تعداد آدمایی که دستگیر شدن، چند صد نفر آدمی که دستگیر شدن تا حالا حکم گرفتن، میبینیم که بیشتر از طریق فیسبوک و این نوع شبکه های اجتماعی با همدیگه ارتباط میگرفتن. مقصود این که تمام این شبکه ها از نظر دستگاه امنیتی زیر کنترل هستن. حالا چرا جمهوری اسلامی از این روش احمقانه استفاده کرده، خودش نشون میده که این نظام چقدر احمقه و چقدر کودکانه به راستی فکر میکنه و روش جاسوسیش اینه که بره از طریق یه مرد جوان چند تا زن رو تحریک کنه، اونا رو تو فیسبوک جذب کنه، میگه رابطه شما 4-5 سال با یکیشون رابطه داشته، به سر یکشون نمیدونم گفته تو برو تو دستگاه اطلاعات ارتش. بعد البته این جزی از خواسته های ایشون بوده که شما بچه هاتون رو بفرستین در نیروهای در واقع ارتش تو بخش اطلاعات. یه نکته که فراموش کردم بگم که دعای ببانی، یکی از اعضای حزب لیکود هم در که آشنای این یکی از این بانوان بوده، این آقای رامبود نامدار تقاضا میکنه که ازشون یه عکسی از این خانم یه عکسی بگیرن در موقع، چون یکی از این چهار نفر مثل که ماساژ های پزشکی میداده، کایروپراکتر در اون سطح کار میکرده، گفته دوربینی رو شما بزنیم و زمانی که این نماینده مجلس که داره ماساژ میده رو عکسش برام بفرستید، که البته اون بانویه که عضو مجلس اسرائیل بوده تقاضا رو قبول نمیکنه و میگه که من وقت فعلا ماساژ گرفتن ندارم. میگم مسائل زیادی بود، من سعی کردم به جزئیات زیاد وارد نشم چون بازم تکرار میکنم از نقطه نظر من این ضعف یک دستگاه امنیتی رو داره نشون میده که اینها وقتی نمیتونن، البته زمانی که مراجعه ضعف دستگاه هم صحبت میکنیم میدونیم که در یک دو سال گذشته تونستن یک دو نفر رو استخدام بکنن که برای جمهوری اسلامی کار بکنه، ولی
واقعا به نظر من خنده داره، کمدیه، غم انگیز هست ولی در این حال خنده داره و کمدی هم هست. بفرمایید. همینطوره، یعنی نشون میده دیگه. من یادم میاد وقتی که اون یارو ماشین فروشه رو توی تگزاس دستگیر کرده بودن که با یه عده از قاچاقچی های مکزیکی زارن ارتباط گرفته بوده، بعد در یه سفری رفته بوده ایران، یه فامیلی داشته، پاسدار بوده. و اون، من رو این تیکه تأکید میکنم، یادمون نره وقتی راجع به پاسدار، راجع به سردار فلان حرف میزنی، یادمون نره ایران خب جوانه، یعنی سن ایران جوان است، یادش نیست. اینا همین مامورای کمیته بودن، همون تو ماشین میشوز بهش میگفت چهار ولگرد دیوز، اینا همونا. اینا سنسیر فرانسه که درس نخوندن، اینا کسایی نیستن که فرض کنید که اومده باشن در دستگاه های نظامی انگلیس و آمریکا و ایتالیا دورهای تخصصی، اینا همون کمیته چیان. اینا کیا بودن؟ همون بنگی های سر کوچه بودن، همون بچه های بیکار بودن، جوانایی بودن که از همون دوره شور جوانی، تفنگ و نمیدونم قدرت و تو همون ماشین ها اینا کار قاچاق میکردن از همون جا. و بعد نگاه میکنه یکی یکی مدارج رو طی میکنن میان بالا، تو همین داکیمنت هایی که راجع به قاچاقچی های مواد مخدر تو آمریکای جنوبی هست، گاهن ایران میبینیم توش، ردپای ایران رو توش میبینیم، چجوری اینا هنوزم تو این کار مواد مخدر هستن به خاطر تحریم ها. یکی از راههایی که اینا به پول دسترسی پیدا میکنن، میبینیم حزب الله لبنان همین کار میکنه، حماس همین کار میکنه، حتی نیروهای فارک در کولومبیا که نیروهای چپ بودن نمیدونم فلان بودن، عاقبت کارشون به قاچاق کوکائین میرسه و وارد این بازی ها میشن. بنابراین یادمون فقط نره که اینا کیان، چیان و امروز چرا مملکت ما به اینجا رسیده. همش به همین دلیله که نگاه میکنیم اونی که دستگاه های حکومتی در اختیار چه نادان هایی قرار گرفته. بذارید این رو کنار، بریم سراغ ماجرای برجام و مسائل پیرامونی. منتها قبل از این که به ماجرای برجام بپردازم، دلم میخواد این داستان اینکه وزیر خارجه لهستان میگه که در این 30 سال گذشته تنشی که امروز در اروپا وجود داره و ما رو داره به سمت یه جنگ هل میده، چنین چیزی رو در این 30 سال گذشته ما شاهد نبود. گاهی من با خودم فکر میکنم که اگر نگاه بکنیم به آغاز قرن گذشته هم همین شکلی اتفاق افتاد، از ماجراهای وضعیت اقتصادی، تورم، غیره، بالاخره اروپا رو به 2 تا جنگ کشون. شاید هم نمیدونم کرونا یه نوع از همون جنگ ها باشه، و اینکه وزیر خارجه لهستان میگه که ما داریم به سمت اروپا داره به سمت جنگ میره، شاید یک واقعیتی در پشتش نهفته باشه. اما همه ماجرا بر سر آقای پوتین و ناتو و اوکراین هست. چیه این ماجرا؟ شما چرا وزیر خارجه لهستان این چنین سخن میگوید؟ میخوام نظر شما رو بشنوم. خب وقتی لهستان رو شما وارد این معامله میکنه و سخنان وزیر امور خارجه لهستان، برای اینکه لهستان به طور مستقیم مورد صحبت آقای پوتین قرار گرفته. تنشی تو که امروز شما در حداقل بر طبق گفته خیلی از تحلیلگران و نویسندگان و کسانی که اروپا رو مناظره میکنن، اگر ما 30 سال بخوایم برگردیم به عقب، آقای بهبهانی میشه 1991-92. بنابراین میدونیم که
سال 1991 سال بسیار بسیار مهمی بود در حداقل تاریخ اروپا. و اون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که ما در چند برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. ولی تنها اون اتفاق نیفتاد. تنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نبود. در کنار اون ورود آمریکا به خاورمیانه و در واقع جنگ اول گلف، جنگ اول خلیج اتفاق افتاد. ضعیف کردن صدام و در واقع پیدایش اون چیزی که امروز نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه داریم صحبت میکنیم. البته خب همیشه این اشتها رو داشتن در تهران، ولی خب آمریکایی‌ها برای دفعه اول یه دور عراق رو کادو پیچی کردن ولی تحویل ایران ندادن، اما در 2003 کادو پیچی رو کامل کردن و تحویل ایران دادن. اتفاقات دیگری هم افتاد. ژاپن از نقطه نظر اقتصادی در سال 1991 وارد رکود اقتصادی شد. در این حال چین بعد از اون تحریماتی که به خاطر تینمن سکوئر و به خاطر تظاهرات داخلی که در چین بود تحریمات برداشته شد و چین تبدیل شد به یک پول اقتصادی که ما امروز داریم میبینیم. مسئله دیگر هم اتفاق افتاد، ولی من سعی کردم مهمترینش رو بگم به خاطر این مسئله تنش در اروپا. بنابراین در 30 سال گذشته که این اروپا و بزرگترین عاملی که در اروپا در واقع باعث جنگ ها شده بود اختلافات قبیله‌ای و اختلافات کشوری بود. ولی یه اتفاق دیگر هم افتاد که به نظر من بزرگترینش بود بعد از مسئله فروپاشیش اتحاد جماهیر شوروی، و اون در امضای قرارداد ماستریخت بود که در واقع مرزها، این مسئله خیلی مهمه، مرزها در اروپا حداقل بین این 27 کشوری که امروز هستن حذف شد. حذف مرزها پیدایش اون چیزی که به عنوان اتحادیه اروپا و اون بلاک اروپا رو ما در واقع دیدیم. خب در 30 سال گذشته این بلاک اروپا خیلی پیشرفت کرد. فقط دیگه کشورهای اروپای غربی نبودن، کشورهای اروپای شرقی و اونی که در واقع در بین اتحاد جماهیر شوروی دیوار آهنین بود هم وارد مسئله اروپا شدن. یکی از اون کشورها لهستان، کشورهای دیگری مثل مجارستان، چکسلواکی که البته خب چکسلواکی پاچیده شد به دو کشور چک و اسلوواک تبدیل شد، بعد از اون مجارستان و کشورهای لیتوانی و بقیه که در کشورهای کوچکی که در مرزهای شوروی سابق روسیه امروز قرار داشتن هم ملحق شدن. ولی یه اتفاق دیگر هم افتاده و اون در واقع طرح جدا شدن مسئله کشور اوکراین بود. اوکراین همیشه قسمتی از روسیه یا شوروی بود و نبود. در جنگ ها حالا با ناپلئون با اتمن امپراتوری عثمانی و اینها قسمتی از روسیه بود و نبود، یه موقعی ملحق میشد یه موقعی ملحق میشد، ولی این دفعه اومدن یک کشور مستقل به نام اوکراین در واقع پیدا شد. من توضیح دادم قبلا که از مرز اوکراین تا مسکو نزدیک به 400 مایل راه داریم، یعنی مثل اینه که از اینجا سوار ماشین شیم بریم سان فرانسیسکو پیاده بشیم. خب اون فاصله خیلی کمیه، روس ها براشون خیلی اهمیت داره، برای اینکه امروز با مسئله افغانستان که پیش اومد، با نفوذی که اسلامی های جهادی در بین مسلمانان کشورهای ازبکستان و قزاقستان و قفقازستان و ترکمنستان و بقیه اون کشورها کردن، لرزشی در مسکو پیش اومده که امروز میبینن که باید مرزها رو در واقع قوی بکنن، و قوی کردن این مرزها مسئله دو کشور است. بلاروس امروز برگشته به چتر پوتین، زیر چتر موسکو است، شکی درش است. اما اوکراین نیست و لهستان برای روسیه هم بسیار بسیار اهمیت داره. خواست روسا اینه که آمریکا این قرارداد رو امضا بکنه یا این قول رو بده که ناتو اوکراین رو قبول نخواهد کرد و نیروهای ناتو که امروز در لهستان هستن، فراموش نکنیم
آقای پرزیدنت ترامپ در سال اولی که رئیس جمهور شدن آلمان نرفتن که ناتو رو ببرن، رفتن لهستان، برای اینکه اتفاقاتی که اونجا افتاده بود مهمتر بود و میدونستن که کدوم دکمه ها رو باید فشار بدن. اهمیت نداره رئیس جمهور دموکرات باشه یا جمهوری خواه باشه در آمریکا، سیاست های خارجی آمریکا همیشه دنبال همون عمل رو انجام خواهد داد. اگه تصمیم میگیرن که از عراق و خاورمیانه بیان بیرون، فرق نمیکنه که پرزیدنت اوباما باشه، پرزیدنت ترامپ باشه، پرزیدنت بایدن باشه، میان بیرون، تصمیم گرفته شده. بنابراین در این 30 سال گذشته وقتی که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش اومد و شد روسیه و بقیه کشورها، همه فکر کردن که این مسئله تموم شده است، ولی خیر تموم نشده. امروز روسیه میخواد برگرده و اون قدرتی رو که از دست داده بگیره، به خصوص آقای پوتین که خودش یکی از ماموران سابق KGB و یکی از اون کسانیه که میگه اتحاد جماهیر شوروی رو به زور از هم پاچونده و من میخوام دوباره اینو برگردونم به اون جایی که هست و اون جایگاه طلایی و اون جایگاه در واقع بزرگ رو من به حالا امپراتوری روسیه برگردونم. ایشون زیاد صحبت از اتحاد جماهیر شوروی نمی‌کنه، امپراتوری روسیه رو میخواد برگردونه سر جاش و اون امپراتوری زارهای روسیه رو. بنابراین ایشون باید مرزهای کشور خودش رو قوی بکنه. مرزها چطور میشه که اوکراین رو حالا با نزدیک 100 هزار نفر و نیروهای موتوریزه‌ای که امروز یا دیروز خبر اومده که در مرزها خوابیدن، میخواد قسمتی از اوکراین رو بگیره که مطمئن بشه که در واقع اوکراین هیچ وقت متعلق به اروپا نمیشه. اگر آقای پوتین این کار رو انجام بده، دوچار یه سری سلسله مسائل اقتصادی خواهد شد. اقتصاد روسیه امروز روی صدور انرژی، منظورم گاز و نفت، وجود داره. تورمی در مسئله قیمت ها وجود اومده، کمبودی هست. مسئله کرونا که البته من بازم تکرار میکنم، بله جنگ جهانی پیش اومد، سال 2019 شروع یک جنگ جهانی بود به نام جنگ جهانی کرونا، فرق نمیکنه. ما امروز ببخشید نیروی نظامی و هواپیمای جنگنده و بمب اتمی نداشتیم، ولی اگر این اطلاعاتی که دنیای پزشکی داره به ما نشون میده که من خودم شک دارم در این شماره ها، در آمریکا نزدیک به 800 هزار نفر کشته دادن. خب من فکر نمی کنم آمریکا در جنگ جهانی دوم 800 هزار نفر کشته داده. آمریکا در دنیا تلفاتی رو که داده، خسارت اقتصادی که وارد شده، جایی برای حمله روس ها امروز نمیذاره. این بلوفیه که آقای پوتین میزنه. من نمیتونم بگم 100%، من احتمالات رو دارم صحبت میکنم. از نظر احتمال، احتمال بسیار بسیار کمی وجود داره که روسیه به اوکراین حمله بکنه. اینها یک سری بلوفی هست. ببینید آقای بهبهانی، توجه بکنید که قدرتی که امروز دیگه مطرح نیست از نقطه نظر نظامی، اومد آمریکا که ابرقدرت و سوپر پاور دنیاست، اوبر تو ژنو باهاش مذاکره کرد، گفت ما به شما میگیم شما باید این کار رو انجام بدید، شما نباید اوکراین رو جزء برنامه خودتون بکنید، و لهستان هم همینطور. البته حریف لهستان نخواهند شد، چون که از نقطه نظر اقتصادی حضور نیروهای نظامی آمریکا در داخل لهستان عواقب اقتصادی خوبی رو داشته برای اونجا و خود لهستانی هم حاضر نیستن که از ناتو بیان بیرون. بنابراین مسئله اوکراین، اوکراین رو تا چه اندازه میتونن حل بکنن، تا چه اندازه میتونن با هم دیگه کنار بیان، با در نظر گرفتن این مسئله که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی پاچیده شد، دو کشور اوکراین و قزاقستان صاحب بمب‌های اتمی و نیروی اتمی بودن که اونها رو از بین بردن یا پس دادن به روسیه. بنابراین این قسمتی از این قرارداد این بود که اوکراین هیچ وقت قسمتی از این برنامه ها نشه. امروز خواسته آقای پوتین اینه که اوکراین رو باید اوکراین رو می‌خوایم بگیریم، اون کشورایی که جزء پرده آهنین بودن یا مجارستان و لهستان و بقیه هم ما می‌خوایم با اینا رابطه داشته باشیم که شما درشون از ناتو اینا بیان بیرون. این عملی نخواهد شد، ولی در یک مقطع زمانی بین آمریکا و روسیه مذاکرات دیگری انجام خواهد شد و من فکر میکنم معامله اصلی جمهوری اسلامی خواهد بود. تعویضی رو که انجام خواهد داد، یعنی باجی رو که آمریکا میخواد به روسیه بده، در مقابلش از اون طرف تقاضایی داره. یعنی اگر ما بخوایم برگردیم نگاه بکنیم صحبت‌های اولیانوف که نماینده روس هاست و عکسایی که با رابرت مالی داره میگیره که خیلی تهران رو داره قلقلک میده، میتونیم متوجه بشیم که در واقع آمریکایی ها بعدشون نمیاد که به یک نحوی در اینجا برنده برنده پیش بیان بیرون، یعنی هم در اوکراین برنده بشن هم در مسئله مذاکرات هسته‌ای با ایران. من البته قدر اون مذاکرات رو مشکل تر میبینم، ولی
تنش اروپا، تنشی که پیش اومده در این 30 سال گذشته که شاید در قرن گذشته دو تا جنگ رو انجام داد، به جنگ نخواهد رسید. اگر هم به نظر من زد و خوردهای منطقه‌ای که امکانش خیلی زیاد هست که در اون قسمتی که در واقع روسیه میخواد جدا بکنه از اوکراین، اگر زد و خوردهای محلی هم پیش بیاد، اونم فقط برای نشون دادن اینکه آقای پوتین he means what he says، منظورش همونه که داره نشون میده. یعنی ما بالاخره حالا اگه حمله نظامی نکردیم، ولی خب یه زد و خورد کردیم، ما یه چند صد تا از شماها رو کشتیم، ما یه چند تا هم از ما کشته شدن، فقط برای مصرف داخلی ممکنه اون کارو بکنه، ولی احتمال یک جنگ اروپایی دیگر از نظر من وجود نداره، چون اروپا امروز بعد از سال ملک در جایی قرار داده که من فکر نمی‌کنم اون اتفاق بیفته. بفهم درسته، یعنی دنیا شکل دیگری دارد و بحث کشورگشایی و اینها نمیدونم اگر به اون شیوه سنتی امکان داره یا نداره. دنیا وارد یه عرصه دیگه شده، جنگ ها شکل دیگری پیدا کردن. یه روزگاری جنگ ها به زور بازو بود و این قرنها همین زور بازو رو ادامه میداد، ولی امروز به تفکر رسیده، اینکه کی بهتر فکر میکنه، هر کی بهتر فکر کنه او برنده این صحنه خواهد بود. میبینین که جنگ ها جنگ هایی از راه دوره، یه کسی نمیدونم رجز برای اون دیگری نمیخونه پهلوان ها بیان و یکی یکی با هم دیگه بجنگن یا نزاع جمعی صورت بگیره، بلکه یه آدمی توی یه جای دیگه نشسته زیر کولر و ایرکاندیشن و هوای مطبوع و داره گیم بازی میکنه در حقیقت، ولی اونور آثارش کشته شدن هزاران نفره. تو این معاملاتی که صورت میگیره، افغانستان یه موجودی است که ظاهرا فراموش میشه و این مصیبت در افغانستان چجوری میشه در حقیقت توضیح داد؟ آقای آلبرت فکر میکنی چه بلایی بر سر اون مردم آمده؟ زمانی که آگست پارسال مسئله افغانستان و خروج خجالت آور آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی دنیا از افغانستان وقتی دیدیم، روی صحنه‌های تلویزیون دیدیم، یکی از صحبتایی که من مطرح کردم که صحبت خیلی قدیمی بود این بود که بالاخره این کمربند اسلامی کامل شد. خب اون کمربند اسلامی یا کمربند سبز که طرح بریژینسکی مشاور کارتر بود این بود که خب در مقابل اتحاد جماهیر شوروی اگر ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، ولی کشورهای اسلامی رو درست بکنیم. خب کشور اسلامی پاکستان وجود داشت، بعد کشور اسلامی جمهوری اسلامی پیش اومد، بعد خب جمهوری اسلامی افغانستان پیش اومد. البته خب دیگه به نظر من الان یکم دیر هست برای این کمربند سبز، ولی اگر نگاه بکنیم به ساختار داخلی کشور افغانستان، من نمیخوام تقصیر رو سر مردم افغانستان بذارم، ولی آقای بهبهانی دموکراسی رو نمیشه بازاریابی کرد. آمریکا دموکراسی اون چیزی که در داخل آمریکا هست، قانون آمریکا هست، اون چیزی که سیستم پرزیدنت رو میاره بعد میره یکی دیگه میاد بدون اینکه با هم کشت و کشتار بکنن. 2020 رو فراموش بکنن، این 2020 مسئله استثنایی در داخل آمریکا بود. چشمشون دیگه اگه همه این مسئله مورد بررسی قرار بدیم، اینه که برای 20 سال یا به عبارت بعضی دیگه از تحلیلگران 40 سال آمریکا در داخل افغانستان موند و سعی کرد که این سیستم رو عوض بکنه. توجه کنید به این کلمه 20 سال یا 40 سال، یعنی که یک سری در زیر پرچم افغانستان به دنیا آمدن که در واقع اسم طالبان رو نشنده بودن، حرکات و حملات طالبان رو نشنده بودن یا ندیده بودن، بنابراین میتونست نسل رو عوض بکنه و در واقع به جلو بره، ولی خواستار سازندگی زیربنای این کشور یک کشور قبیله‌ای قومی مذهبی. یعنی چی؟ یعنی که تمام قوانینی هم که آمریکا برای اون بازاریابی دموکراسی که در تمامی خاورمیانه من جمله ایران
من جمله جمهوری اسلامی یا در زمان سلطنت پادشاهی ایران مسئله آزادی بشر بود، مسئله حقوق بشر بود، دیدیم که آمریکایی‌ها دیگه کنار گذاشتن، امروز دیگه اهمیتی نداره. از بعد از 2013-14 در مصر دیدیم که دیگه براشون اهمیت نداشت، اون بازاریابی رو کنار گذاشتن. امروز در افغانستان هم همین صحت داره، اون بازاریابی حقوق بشر و در واقع ساختار دموکراسی برای آینده و کشورسازی و ملت سازی رو آمریکا کاملا کنار گذاشته. افغانستان فراموش نشده، افغانستان برگشته به اون جایی که من نمیخوام بگم باید باشه، ولی در اون منطقه آقای بهبهانی نمیتونیم یک کشور دموکراتیک افغانستان داشته باشیم، بعد بغلش پاکستان باشه، در این طرفش جمهوری اسلامی باشه، در اون شمالش تاجیکستان باشه. خیر، اگر اومدیم فرمول اسرائیل رو در خاورمیانه امتحان شد، با ورود کسانی که در واقع از یک سیستم سوشالیست کمونیست اومده بودن اونجا، ولی فاندیشن و فاندیسیون دموکراسی رو داشتن، تونستن اون مسئله دموکراسی رو در اسرائیل پیاده بکنن و امروز داریم میبینیم برای بار سوم ممکنه آقای نتانیاهو رو هم زندان بکنن و اهمیتی نداره. ولی در مسئله افغانستان عملی نخواهد بود، در جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود که بخوان نخست وزیر، حالا ممکنه بگن آقای روحانی رو میخوان اعدامش بکنن، حالا اینم یکی از اون مسائلیه که بحث انگیزه، ولی افغانستان برگشت به اون جایی که در واقع سیستم قومی قبیله‌ای خودش سالیان سال و هزاران ساله که بوده. بنابراین ما تا اون سیستم قومی قبیله‌ای رو عوض نکنیم و اجازه ندیم که برداشت ها امروز باورها و برداشت ها از اونیه که گفته میشه به انسان ها، نه که خود انسان ها دارن فکر میکنن. ما میتونیم به همه صحبت همه گوش بکنیم، ولی دلیل نمیشه که باور بکنیم. میتونیم احترام بذاریم به سخنان شما راجع به مذهب و راجع به هر مسئله دیگه، ولی معنی باورها برای خود ماست. ما باید اون باور رو در مغز خودمون تجزیه و تحلیل بکنیم. متاسفانه در کشورهای مذهبی، نمیخوام بگم فقط در کشورهای اسلامی، در کشورهای مذهبی براتون تصمیم گیری میکنن، معنی یعنی میکنن و به شما میدن و میگن این چیزی که باید قبول بکنیم. افغانستان فراموش نشده، افغانستان سر جاشه، افغانستان اون چیزیه که در واقع بیشتر از این نمیتونه. حالا 100 هزار 200 هزار 500 هزار نفر 1 میلیون افغانی من از این کشور بیرون و بقیه اونها به همون نحو در اونجا میمونن. ببینید آقای بهبهانی، زمانی که ما راجع به مسئله سکارف یا پوشیدن حجاب یا هر مسئله صحبت داریم میکنیم، خب ببینید جمهوری اسلامی ایران رو نگاه بکنید، از زمان صفویه بیاین جلوی نگاه بکنین که چی شد، که بدترین زمانش زمان قاجار بود، برای 50 و چند سال سلطنت پهلوی خواست اینها رو عوض بکنه، ولی چطور شد این باورها برگشت سر جای اول خودش؟ همین فرمول رو در افغانستان انجام دادن، همین فرمول در افغانستان در انجام شد. پس بنابراین کشوری که یک کشور اقلیت‌های متفاوت و یک مسئله قبیله‌های متفاوت و قبیله‌های قومی مذهبی هست، تا زمانی که مذهب در اونجا حکومت داره میکنه چاره دیگری نخواهند داشت و این آینده افغانستان همینیه که ما امروز داریم در دست طالبان میبینیم و من نمیتونم ببینم دیگه طالبان از افغانستان رفتنی باشه. این نظر من. بفرمایید. من به عکس شما فکر میکنم تا زمانی که ایران این شکل داره منطقه همین شکل، ایران که تغییر کنه منطقه تغییر میکنه. اینا همه به صورت یه زنجیره‌ای و هم پیوستن. الان شما دارین می‌بینید در عربستان تقلاهای محمد بن سلمان، با توجه به اینکه پدرش بالاخره ملک سلمانه، ولی با همه اوصاف اون زوری رو که باید داشته باشه نداره، به خاطر همین شرایط که شما داری تعریف می‌کنه. ولی ایران اگر تغییر بکنه به سرعت برق و باد اونور موفق میشه، اینا شکسته میشن، همه چی تغییر میکنه. همه بستگی به شرایط ایران داره. شما ایران رو فقط یک نکته هست آقای بهبهانی، قبل از اینکه هر تغییری انجام بشه، قبل از اینکه هر کسی وارد ایران بشه، حالا چه شاهزاده رضا پهلوی بشه یا هر کس دیگری، یک چیزو باید از ایران بیرون بکنید و اون مذهبه. شما زمانی که تونستید مذهب رو از ایران بیرون بکنید، تونستید مذهب رو در ایران حل بکنید، تمام مسئله ایران حل شده. نکته ای که شما دارین اینا بهبهانی که ایران اگر
اگر، این اگر کلمه خیلی بزرگ، اگر درست باشه که من امیدوارم انجام بشه، برای اینکه بچه‌هایی رو که امروز زیر پرچم این مسئله انقلاب به دنیا اومدن، وقتی باشون صحبت میکنم بچه‌های روشن فکری هستن، بچه‌هایی هستن که میدونن تو دنیا چی داره میگذره. ولی متاسفانه تا زمانی که مسئله مذهب در ایران حل نشه، یعنی اینکه وقتی که در سال 1700 800 900 در اروپا تونستن، فراموش نکنید اروپا همین کارا رو کردن، آدما رو میسوزوندن، آدما رو دار میزنن، در همین پاریس آدما رو میدانهایی هست که آدما رو میسوزوندن، اونجا سر میزدن، فرقی نداره حالا شیعه باشه، سنی باشه، کاتولیک باشه، پروتستان باشه، هر مذهبی که میخواد باشه. این مسئله در اروپا حل شد بر اساس دانش، بر اساس تدریس، بر اساس اینکه باورهای دیگران رو گوش کنید ولی قبول نکنید. زمانی مسئله ایران درست خواهد شد که بتونن مسئله مذهب رو کنار بذارن. تا زمانی که مسئله مذهب در ایران حل نشه، آقای بهبهانی، من نمیتونم ببینم که ما بتونیم از چنگ این اهریمن ها، از چنگ این کسانی که 43 سال کشور رو اشغال کردن، رهایی پیدا بکنیم. آیا جواب ما در اونجا داده خواهد شد که جوانان امروز با بسط شدن به دنیای خارج از طریق شبکه‌های اجتماعی بتونن اون دانش و بینش رو پیدا بکنن؟ آیا جواب در اونجاست؟ من اون امیدواری رو میبینم. البته اگه من زیاد خوشبین نیستم نسبت به مسئله افغانستان و نسبت به مسئله کشوری که مذهب درش هست، فراموش نکنیم که مسئله اسلام در ایران 1400 ساله، 43 سال نیست، 1400 ساله که این رنج وجود داره و شاید 2000 ساله که شما آمریکای جنوبی رو نگاه بکنید. درسته که کاتولیکا در اروپا اومدن پیشرفت های کردن، درسته که واتیکان در اروپا یک اهمیت دیگری داره، ولی در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی می‌بینید که هنوز اون مسئله مذهب و اون گرفتاری فکری وجود داره. در حال امیدوارم که شما درست میگین، برای اینکه منم مثل شما و بقیه ایرانیان میخوام که آزاد بشه ایران، برگرده به جایی که در واقع لیاقتشو داره، نه اون چیزی که امروز داره میگذره. ولی بزرگترین مشکل من مشکل مذهبه. اول مذهب از ایران باید بیرون بره تا اینکه آزادی به ایران برگرده. بفرمایید. بله، البته مذهب که بیرون نمیره، ولی وقتی آخوند رو مهار کنی و تا زمانی که آخوند رو مهار نکنی هیچ اتفاقی برات نخواهد افتاد. مذهب رو نمیتونی، اعتقاد رو نمیتونی از مردم بگیری تحت هیچ شرایطی، ولی آخوند رو میشه مهار کرد. الان توی دنیای آزاد میبینی که اینا مهار. من با شما من فکر نمی کنم میتونید اینا رو مهار بکنید، میتونید در جای اینها رو نگه دارین، سیستم واتیکان رو استفاده بکنید. من فکر نمی کنم در تار و پود ملت ایران، در تار و پود کشورهای اسلامی، این آقای بهبهانی شما یه باورهای خرافاتی که در ایران و در کشورهای، نه تنها در ایران، در کشورهای اروپایی هم سری خرافاتی که هست، چطور اینا رو میخواین حذف بکنین غیر از اینکه نسل جوان اون دانش و بینش رو بیاره؟ من امیدوارم مهار بکنیم، اگه تونستین اینا رو مهار بکنیم که من اولین کسی که خوشحال بشه منم. بفرمایید. عرضم به حضور شما که پس رها کنیم بریم سراغ موضوع دیگه، باز دوباره برمیگردیم به ماجرای برجام و این داستانی که پول میخوان بدن به ایران. این رو مرتب ما میشنویم و اگر این اتفاق قرار بیفته، پس چرا ایران انقدر بالبال میزنه میره به سمت چین ها؟ امروز در حالی که مذاکرات در وین داره انجام میشه و صحبت سر اینه که پولا رو ریلیز کنن، آزاد کنن، اینها امیر عبداللهیان وزیر خارجه بی سواد ایران که زبان فارسی رو هم بلد نیست، حالا زبان انگلیسی و فرانسه رو فراموش کن، زبان فارسی رو هم درست بدتر از من حرف میزنه، رفته چین. چه میگذره این داستان پول از کجاست؟ و این در حالی که هیچ خبری بیرون نمیاد، ولی دائما اطلاعات میاد که بله اینا اینجوری کردن، اونا اینجوری کردن. چیه ماجرا؟ چه میبینی شما؟ بفرمایید تا بشنم.
قدر مسلم در وین یک پیشرفت های در این مذاکرات پیش اومده. امروز وضع خاموشی خبر کامل از نقطه نظر مذاکرات وجود داره. این شاید رویه جدید باشه که آقای رابرت مالی و تیم مذاکره کننده آمریکایی در واقع اختیار کردن که شاید با این مسئله بتونن قدری مذاکرات رو به جلو ببرن. در واقع سوالی که شما دارین میکنین اینه که آیا این معنی رو میده؟ آیا تو این مذاکرات هسته‌ای ایران تسلیم غرب شده یا اینکه غرب تسلیم ایران شده؟ چرا؟ خب آقای اولیانوف که رهبری تیم مذاکره کننده روس رو داره، گهگاهی برای اینکه پوزی بیاد از طریق توییتر خبرهای رو منتشر میکنه. رئیس تیم مذاکره کنندگان چینی هم این کار رو انجام میده و خبرهای رو با وجود اینکه خاموشی خبر وجود داره پخش میکنه. هفته پیش دیدیم که خامنه‌ای هم راجع به مذاکرات قدری صحبت کرد و گفت خب اشکالی هم نداره، میتونن مذاکره هم میتونیم با دشمن مذاکره بکنیم، دشمن باشه ولی خب مذاکره باش میکنیم. تمامی اینها رو اگر ما بخوایم جمع بندی بکنیم، متوجه این مسئله میشیم که در واقع امروز نه آمریکا نه جمهوری اسلامی وارد اون مسئله برجام، در واقع اوریجینال برجام که در سال 2015 نوشته شده، اینها وارد این برجام نخواهد شد. بدین معنی که دو تاریخ در این برجام وجود داره که تاریخ 2023 2025 وجود داره و 2025 در واقع برجام تموم میشه این قرار داد و تا سال 2031 این برپا میمونه و در سال 2031 اگر برجام کورس خودش رو طی میکرد میرفت جلو، در سال 2031 از طریق سازمان ملل تمامی پرونده اتمی و موشکی ایران بسته میشد. خب اما آمریکایی‌ها میبینن که به جایی رسیدن که این ارزشی نداره، بنابراین دنبال این هستن که بتونن قراردادی رو با ایران جمهوری اسلامی امضا بکنن که این قرارداد در واقع یک قرارداد موقت خواهد بود راجع به مسائل بسیار کوچکتر و از اونجا یه مقداری در واقع بتونن به عنوان یک پله به پله بعد برن. اگر این مسئله انجام نشه، مسئله که پیش میاد یک درگیری کنترل شده خواهد بود. درگیری کنترل شده بدین معنیه که عناصری که در این 5 به اضافه 1 هستن که 3 کشور اروپایی و 2 چین و روسیه، اونها نمیخوان که این درگیری به حالت انفجاری پیش بیاد. جمهوری اسلامی هم امروز نمیخواد این مسئله پیش بیاد، اما برای جمهوری اسلامی یک سیاستی رو پیش گرفته که دارن اون عملی میکنن. بدین معنی که میخوان هم مسائل مشکی خودشون رو نگه دارن، هم مسائل بالستیکی خودشون رو نگه دارن و همین که جلوی حمله یا تجاوز نظامی اسرائیل یا آمریکا رو به ایران بگیرن. بدین معنی که این عمل داره به طور خیلی آهسته انجام میشه و خواستهای ایران در یک جا مطرح نمیشه. تهران از مسائلی که آقای اولیانوف با آقای رابرت مالی عکس میگیرن قدر ناراحته و فکر میکنه که روسیه و آمریکا توطئه کردن بر علیه ایران. تنها توطئه‌ای هم که بود من اشاره کردم بهش، مسئله اوکراینه که در اونجاست که روسا ممکنه با آمریکا یک معامله ای رو انجام بدن و قدر ایران رو تحت جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که در واقع این قرارداد رو امضا بکنه. نگاه بکنیم اگر که امتیازاتی که شما دارین راجعش صحبت میکنید، پول هایی که دادن آیا جزء امتیازهاست؟ میدونیم که دولت آمریکا قدری دست شرکت‌های چینی، کره‌ای، هندی رو باز گذاشت که از ایران قدری نفت خرید بکنن و قدری پول‌ها رو آزاد کردند. بانک بین‌المللی اعلام کرد که حاضر چند صد میلیون به ایران بده برای خرید و مبارزه با بیماری کرونا. همگی اینها دلایل و شواهدی رو داره میاره رو که یک معامله داره انجام میشه. این معامله که انجام خواهد شد که من فکر میکنم اون برجام دو نوشته خواهد شد، بدین معنی هست که آمریکا به خواسته های ایران تا اندازه‌ای که در واقع متحدانش در خاورمیانه زیاد دچار ناراحتی نشن، اون خواسته ها رو عملی خواهد کرد. بدین معنی که خواست ایران اینه که
سیستمی باشه که نگاه بکنه به این مسئله برداشتن تحریم ها. یعنی تحریم ها جوری برداشته بشه که در واقع یک سازمانی باشه که اون رو مناظره میکنه، سازمانی باشه که نگاه بکنه که آمریکا مجددا از این قرارداد بیرون نیاد. یعنی بدین معنی که جمهوری اسلامی میخواد تصمیماتی رو که بگیره در واقع این قرارداد به نحوی نوشته بشه که آینده ایران تامین بشه. آینده جمهوری اسلامی و در واقع اون اتفاقاتی که امروز در خاورمیانه داره میفته، یعنی اتمی شدن ایران و ایران در آستانه اتمی قرار خواهد گرفت. از نظر من اتمی شدن ایران اون شکل تکاملی خودش رو داره میگیره و ایران به عنوان یک قدرت اتمی در خاورمیانه خواهد بود. اما دشمنان ایران یا کسانی که با اسرائیل متحد شدن، مثلا کشورهای سنی عرب خلیج فارس هستن، اونها هم همونطور که من در پارسال اشاره کردم، ترکیه، بحرین، ترکیه، امارات، قطر و عربستان سعودی امروز برنامه های سیستم اتمی خودشون رو، یعنی برای در واقع کارخونه هایی که بتونه اورانیوم تولید بکنه و در واقع بتونه بمب اتمی رو صاحب بشن، شروع کردن. بنابراین همونطوری که رؤسای عربستان سعودی گفتن، هر چیزی که ایران داره ما هم خواهیم داشت. بنابراین وقتی که نمیتونن جلو ایران رو بگیرن، وقتی که میبینن این مذاکرات داره به این نحو میره جلو و در واقع میبینیم که رئیسی هم حالا تا چند هفته دیگه خواهد رفت مسکو و تقاضای خرید هواپیماهای سوخوی 35 و میگهای روسی و سیستم S-400 رو از روسا میخواد که در مقابلش نفت بده، بدین معنی که ایران به خاور جمهوری اسلامی داره برمیگرده به اون برنامه‌ای که در خاورمیانه داشت. منظورم این که اگر این قرارداد موقت که من راجبش دارم صحبت میکنم که بعد به قرارداد دومی برسه، اگر نتونه جلوی مقداری از نفوذ ایران در منطقه بگیره و قراردادی رو بنویسه که هم مسئله اتمی ایران رو محدود بکنه، بدین معنی که ایران اطلاعاتی رو که به دست آورده پس نخواهد. جمهوری اسلامی الان صاحب یک دانش اتمی هست، صاحب یک در واقع کشور آستانه ای هست و در اونجا میمونه و من فکر میکنم اسرائیل و بقیه کشورها چاره جز قبول کردن این مسئله نخواهند داشت. اما اهمیت قرارداد بسیار بسیار مهمه. متاسفانه امروز ما در کاخ سفید رئیس جمهور ضعیفی رو داریم که در داخل مورد حملات بسیاری داره قرار میگیره و نمیتونه اونطوری که هست به مسائل خارجی در واقع برسه و شاید یکی از راهایی که بتونن این مسئله در واقع برجام رو یا مسئله هسته‌ای ایران رو، مسئله بالستیک ایران رو و مسئله در واقع دخالت ایران در منطقه رو بتونن به جلو ببرن اینه که آقای رابرت مالک طرف آرشیتکت این برجام بوده رو بردارن و کس دیگه رو بذارن که با یک فکر جدید بیاد. نمیدونم اگر این مسئله عملی بشه، ولی خب اونم جزء یکی از اون مسائل خواهد بود. بنابراین در خاتمه میتونم اینو بگم که این مذاکرات به کندی پیش خواهد رفت. وزرای خارجه چین گفتن که ما میتونیم، خود آقای اولیانوف هم گفتن که ما میتونیم حتی تا فوریه قراردادی رو بنویسیم. قراردادی رو که آقای اولیانوف و بقیه دارن بهش اشاره میکنن، قراردادی نیست که آمریکا میخواد، قراردادی نیست که حداقل فشارهای اسرائیل، فشارهای اورشلیم روی واشنگتن باشه که نه این قرارداد امضا نکنیم. ولی من فکر میکنم در خاتمه اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دانشی رو که جمهوری اسلامی از نقطه نظر صلاح اتمی به دست آورده نگه میداره و شاید فرمول شبیه 2015 برای 10 سال تضمین بکنه ایران که وارد مسئله خواست سازندگی سلاح اتمی نشه. ولی امروز مسائل آزادی پول و برداشتن تحریم ها مسئله بسیار 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 مهمیه برای تهران و جمهوری اسلامی میدونه که بدون برداشتن این تحریم ها نمیتونه دووم بیاره و مسائل داخلی کشور و مسائل نابسامانی ها، سوی مدیریت داخلی، میتونه مقداری از این مسائل میتونه با پولی که وارد کشور میشه و تزریق میشه به اقتصاد داخلی ایران حل بشه. تا چه اندازه، تا چه زمان دیگر اینا به این مسئله در واقع پایبند هستن، من فکر میکنم تا اون زمانی که تا چند ماه آینده که متوجه بشن که دیگه اون اطلاعاتی رو که میخواستن به دست آوردن و میگن ما از اینجا به بعد با شما در مذاکره میکنیم، یعنی اون اطلاعات اتمی خودمون رو پیشرفته رو کردیم و دست بیارم. در خاتمه اینو بگم، این سوال خیلی برای من همیشه، برای خودم خیلی پیش میاد، آیا کاری که پرزیدنت ترامپ و بنجامین نتانیاهو کردن که خارج شدن از برجام بود، آیا کار درستی بود؟ آیا کمک کرد؟ آیا مسئله خاورمیانه رو حل کرد؟ سوالی که من
خودم خیلی باهاش درگیر هستم. بفرمایید. خب این سوالی است که الان امروز مطرحه، یعنی به عنوان یه موضوع اصلی، حتی خود همین تیم بایدن داره به این استناد میکنه که اصلا میگه همه از اونجاست که ترامپ از برجام خارج شد و این مکافات رو ترامپ درست کرد. نمیدونم واقعا آیا این استدلال درسته غلطه، ولی موضوعی که برای من عجیبه و اینجا برای من غامض میمونه مسئله موشکی نظامه و اون که این با این برد موشک که داره تمام کشورهای خلیج فارس رو تو تیر رست داره، از نمیدونم عربستان همجوری بگی بیا، بحرین و عمان و غیره، حالا اسرائیل رو که کاری ندارم، ولی تمام این کشورها زیر تیررس موشکای او هستن. موضوع این سخنان یا این گفتگوها اساسا موضوع موشکی بود، ولی چیزی که اصلا راجع به شرف شنیده نمی شود همین ماجرای توان موشکیه. چرا این موضوع رو کسی راجع به شرف نمی زنه به نظره؟ اون قرارداد موقت که من روش صحبت می کنم در واقع قسمتی از این مسائل توان موشک ایران رو محدود میکنه و قدرت بالستیکی ایران رو محدود میکنه و اون قرارداد موقت در واقع زمانی که در چند هفته گذشته آقای رابرت مالی اومدن و با نیویورک تایمز مصاحبه رو کردن که بله فقط مسئله اتمی ایران نیست که ما باید نگرانش باشیم، مسئله موشک‌های بالستیکی هم هست. در واقع اون زمانی بود که آقای مالی میخواستن به ملت آمریکا بگن که خب اگه ما نتونستیم فعلا یه قرارداد راجع به مسائل اتمی ایران امضا بکنیم، اگه قرارداد راجع به مسائل بالستیکی و توان موشکی ایران امضا کردیم، پس بنابراین ما برنده شدیم. ایشون خواست که اون پابلیک اپینیون در واقع تفکر عمومی آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و آماده بکنه برای کاری که می‌خواستن بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم که مسئله توان موشکی ایران فقط از نقطه نظر خاورمیانه نیست، برای اینکه امروز همونطوری که در زمان آقای ترامپ اسرائیل در سیستم دفاعی اروپایی آمریکا قرار داشت، ولی در زمان آقای پرزیدنت ترامپ اسرائیل رو بردن در سیستم دفاعی خاورمیانه، که یعنی تمام کشورهای خاورمیانه امروز تحت پوشش موشکی اتمی آمریکا هستن و در واقع تحت پوشش دفاعی آمریکا قرار دارن. من باور من بر اینه که جمهوری اسلامی با اون اتاق فکری که دارن قصدشون همونطور که اشاره کردم نگه داشتن توان اتمی هسته‌ای، توان موشکی، بدون اینکه کشورهای اروپایی رو از دست بدن و شاید هم بتونن با آمریکا کنار بیان. چرا زیاد راجبش صحبت نمی کنن؟ برای سرسختی اتاق فکری تهران. جمهوری اسلامی موقعیتی رو که پیش گرفته با وضع بسیار بد اقتصادی که داره، این در واقع نمایش رو داره میذاره که ما تحریم ها رو دور زدیم و اونها متوجه یک مسئله نمیشن که هیچ کشوری حتی خود چین، من اشاره کردم در سال 1991 اگر تحریم ها برای چین برداشته نمیشد امروز چین این قول اقتصادی نبود. بنابراین جمهوری اسلامی هم نمیتونه به اونجا برسه و اینا همه از نظر من این جنگ زرگریه و برای مصرف داخلیه که دارن در داخل ایران راه انداختن. توان موشکی و بالستیک ایران جزی از قرارداد خواهد بود، نمیتونه جزی از این قرارداد باشه. یعنی اینکه ایران باید نگاه بکنه، جمهوری اسلامی باید نگاه بکنه که آیا نگه داشتن اون دانش هسته‌ای که به دست آورده مهمتره یا اینکه محدودیتی به روی اون موشک‌های بالستیک، موشک‌هایی که امروز داره. درست اشاره کردین شما، اسرائیل موقعیت متفاوتی رو داره، ولی کشورهای در واقع آبراهای خلیج فارس کشورهای کوچکی هستن آقای بهبهانی. یه دونه از اون موشک‌های بالستیک بخوره اینا قطر و دبی و بحرین همه رفتن، احتیاج نداره که ایران اون قدرت رو برای اینا استفاده بکنه. من فکر میکنم که
اونها در واقع تهدید مستقیمیه برای اسرائیل و شریک شدن جمهوری اسلامی در خاورمیانه. و در واقع خواستی که جمهوری اسلامی داره اینه که به همپایی و قدرت اسرائیل در خاورمیانه برسه. و من فکر نمی‌کنم با خروج آمریکا از خاورمیانه امروز دیگه بلوک خاورمیانه دنبال آمریکایی یا روسی بودن نیست. امروز کشورهای خاورمیانه یک اتحاد در واقع خاورمیانه‌ای و یک اتحاد داخلی ایجاد خواهند کرد. بنابراین من فکر می‌کنم کشوری که به کمک اون کشورهای سنی خلیج فارس خواهد اومد اسرائیل خواهد بود و این رابطه بیشتر و بیشتر خواهد شد. چون اگر هم رابطه دیپلماتیک تمام کشورهای عربی با ایران برقرار بشه که هست و دارن و قرارداد دارن میبندن و بعضیشون حالا با عربستان ممکنه یه ذره وضعشون شکراب هست، من فکر میکنم در آخر سر اونها نیاز به کمک خارجی دارن، کمک دفاعی خارجی دارن و اون کمک دفاعی خارجی از اسرائیل خواهد اومد. بنابراین اون موشک‌های بالستیک شاید تهدید برای اسرائیل و اروپا و بقیه کشورها باشه تو عربستان و کشورهای دیگه. من شکی ندارم که قراردادی نوشته نخواهد شد اگر این موشک‌های بالستیک در واقع مسئله توان موشک ایران در یکی از این قراردادها نوشته شده باشه، چون خطرات اون رو در 2 سال اخیر که آمریکا از این خارج شده در 3 سال اخیر دیدیم و به نظر من بیشتر هم خواهد شد. بفرمایید. یعنی بالاخره این داستان موشک‌ها رو مطرح میکنن به نظره؟ مطرح شده الان. اون قرارداد موقت قسمتی از این اون سکوت خبری و خاموشی که من دارم میگم به خاطر همینه که با در نظر گرفتن سخنان آقای رابرت مالی و بقیه شما ولی آقای چیزی که ما داریم میبینیم که دیروزم آقای دکتر دانش بهش اشاره کرد، تغییر لحن اسرائیلی هاست. الان مدتی است که یه هفته است که دیگه نمیشنویم که میزنیم. چی اتفاقه؟ چرا اسرائیلی ها هم در این زمینه سکوت رو اختیار کردن؟ خب اون قسمتی از خواست در واقع کاخ سفید بوده که اون خاموشی خبری که من دارم صحبت میکنم و دستور خود آقای بنت بوده که به وزیران و نظامیان گفته که فعلا برای مدتی این شانس رو با آمریکا بدیم، ببینیم که آیا میتونن با ایران قرارداد رو امضا بکنن. من بارها و بارها اشاره کردم به این مسئله که اسرائیل توان حمله نظامی هوایی به جمهوری اسلامی رو داره، میتونه حمله بکنه. هواپیماهای F-35 اسرائیل چندین بار بر فراز تهران پرواز کردن، عکس برداری هایی که حالا از ماهواره ها انجام شده و اطلاعاتی رو که میخوان دارن. ولی سوال در اینجا نیست که اسرائیل میتونه حمله بکنه یا نه. تنها 2 عامل رو اسرائیل امروز احتیاج داره که آمریکا اون 2 عامل از نقطه نظر نظامی رو هنوز به اسرائیل تحویل نداده. 1، هواپیماهای دوربرد سوخت باروری. 2، اون چیزی که ما به عنوان بمب‌های سنگرشکن سنگین 30,000 پاوندی داریم صحبت میکنیم. ولی سوال در اینجاست، آیا حمله نظامی اسرائیل توان اتمی ایران رو از بین میبره؟ خیر. توان اتمی ایران رو ممکنه به تأخیر بندازه. اتمی نظامی شدن ایران رو به تأخیر بندازه. بنابراین اسرائیل امروز تصمیم گرفته که حداقل اتاق فکری اورشلیم تصمیم گرفته که با کاخ سفید کنار بیاد. من شکی ندارم جز اینکه در داخل سیستم نظامی سیاسی اسرائیل این نتیجه گیری شده که ایران یک کشور آستانه‌ای اتمی هست و ایران دارای دانش اتمی هست و این دانش رو از دست نخواهد داد و نگه خواهد داشت در صورتی هر قرارداد و هر نوعی که نوشته شده باشه، حالا برجام 2 باشه، برجام 3 باشه، به هر نحوی که نوشته شده باشه، دستگاه سیاسی نظامی اسرائیل این رو برای خودش قبول کرده، این فاکتور رو برای خودش قبول کرده که ایران کشور دیگر اتمیه که در خاورمیانه خواهد بود. ولی من همونطوری که گفتم، زمانی که این مسئله روشن بشه و زمانی که این مسئله رو قرارداد نوشته بشه، سرعت اتمی شدن بقیه کشورهای عربی رو خواهید دید. بنابراین در اینجاست که من فکر میکنم سکوت اسرائیل چاره ای نیست. آقای بهبانی، من اشاره کردم و اون سوالی که خودم برای خودم مطرح کردم، آیا خروج پرزیدنت ترامپ از برجام با پشتیبانی
کاملا نتانی، آیا کار درستی بود؟ خب در اون زمان یکی از اون کسایی که من از سیاست خارجی ترامپ دفاع میکردم و هنوزم اگر ایشون سر کار بودن بازم دفاع میکردم، برای اینکه من فکر میکنم استخونهای جمهوری اسلامی رو شکسته بود و صدای اون شکست داشت میومد. بنابراین در عمل اون مسئله درست بود، ولی امروز کسان دیگری در اسرائیل بر سر کار هستند و اونها این باور رو دارن که ایران اتمی در واقع حمله اتمی به اسرائیل نخواهد کرد و من این مسئله رو ایمان دارم. بنابراین چاره ای امروز ندارن، کشور اسرائیل کشور کوچکیه و در واقع اون بیمه نامه‌ای که ایران در مقابل حمله برای خودش خریده به نام حزب الله و موشکایی که در داخل لبنان هست، با وجود وضع بدی که در لبنان وجود داره، امروز من فکر می‌کنم اون بیمه نامه داره کار میکنه. من نمیخوام بگم که اسرائیل میترسه از مسئله لبنان، خیر اسرائیل از مسئله لبنان نمیترسه، ولی کشوری که امروز در مسیر اقتصادی بسیار عالی داره اوج میگیره و در واقع جلو داره میره، چرا بیاد برای یک مسئله مثل مسئله ایران همینجوری به هم بریزه؟ بنابراین من فکر میکنم اورشلیم رو قبول کرده و اورشلیم امروز پیشاپیش داره میبینه که ایران قسمتی از قدرت اتمی اگر جمهوری اسلامی فروپاش نکنه. من شخصا به این مسئله ایمان دارم که مسئله حالا آینده ایران شاید این باشه که کلمه اسلامی شو در بیاریم بشه جمهوری ایران، شاید این راه حل باشه، و اینکه یا شاید این اسلامی ها قسمتی از این آینده ایران باشن. در هر حال امید اورشلیم و کشورهای دیگه هم این هست که فروپاشی پیش بیاد و تغییراتی داده بشه در اونجا، و من فکر میکنم قسمتی از معادله است. بفرمایید. این بحث فروپاشی یا براندازی هم بحث مهمی است که من دلم میخواد در یه جلسه مفصل راجع به این با شما گفتگو کنم. به هر حال ممنونم آقای آلبرت از حضورت، از گفتگو، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار، آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما. سپاسگزارم. سپاس و بدرود. ممنون از شما. تشکر میکنم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم این گفتگوها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونید از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین نیست نهایت سپاس دارم. با تشکر از شما تا فرصتی دیگه. ممنون.